خب از اونجایی که بازار سریال خیلی گرم شده این روزا توی شبکه نمایش خانگی، احساس میکنم خیلی جای محسن چاوشی خالی بود بعد از سریال شهرزاد که حدوداً 6 سال پیش اگر اشتباه نکنم پخش شده بود و خیلی سر و صدا کرد، هم خود سریال که خودم خیلی دوستش دارم و موسیقی های فوق العاده محسن چاوشی، احساس میکنم جای محسن چاوشی خالی بود توی این عرصه تلویزیونی یا حالا سریال سینمایی، شبکه نمایش خانگی منظورم هستش. و بریم ببینیم که آهنگ در چه حدیه، مثل در واقع توانش در حد سریال شهرزاد هست یا نه. سلام عزیزای دل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. ما اینجا آهنگ‌ها رو ریاکت بررسی و از همه مهمتر آنالیز و تحلیل می‌کنیم و فقط ریاکشن خالی نیست. من دانش آموخته رشته موسیقی در دانشگاه کنسرواتوار تهران واقع در خیابان کریم خان هستم. حدوداً 10 سال سابقه صدا برداری در رادیو، استودیوهای مختلف و از جمله استودیو شخصی خودم. میکس و مسترینگ‌های زیادی برای خواننده‌های مختلف انجام دادم که دو تا از کارهایی که خودم دوستشون دارم رو توی کانالم هست، توی پلیلیست ها میتونید ببینید. من به جرئت میتونم بگم که جزو تنها کانال هایی هستم که شاید معدود کانال هایی که آهنگ ها رو با دلایل موسیقایی و فکت درست بررسی و آنالیزشون میکنم و فقط الکی تعریف و تمجید نداریم اینجا. زیاد وقت رو تلف نکنیم، بریم آهنگ رو گوش بدیم. ما بین آهنگ تایتل ها رو هم حتما براتون میخونم که بدونید حالا ترانه کی بوده، آهنگساز کی بوده و فلان و اینا، با هم دیگه در جریانش میذاریم. خلاصه بریم آهنگ گوش بدیم. آراسی من سریال هنوز ندیدم، سریال خسوف رو ندیدم، نمیدونم که سریال به چه صورته. کجا بودی شبایی که غمامی کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ خب تایتلا رو بگم بهتون، بعد حالا یه سری نکته ها الان به ذهنم رسید با شنیدن آهنگ که بهتون حتما بگم. ترانش حسین قیاسیه که یکی از ترانه‌سرایی که من دوستش دارم، آهنگساز خود محسن چاوشی، تنظیم کننده اشکان عرب، الکتریک گیتارش عادل روح‌نواز مثل همیشه، آکوستیک گیتارش بهروز میرزایی که تقریبا این چند تا ترک آخرش رو بهروز جان زدن، و استرینگش آقای سعید سارم هستش، نمیشناسمشون. میکس و مسترینگ مهدی کریمی که باز هم مهدی کریمی چند تا ترک آخر محسن چاوش رو میکس کرده. حالا جلوتر میگم یه نکته به ذهن هم رسید، یه ذره گوش بده موزیک رو. تماشا کن تو این درد رو به دنیای من آوردی، تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی. نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی. خب ملودی تقریبا استاکاتوه و خیلی کم از محسن چاوشی ما ملودی استاکاتو شنیدیم، مخصوصا توی آهنگ‌های راکتور و اسلوتور، اصطلاحاً 6-8 اسلو. خیلی من الان اصلا یادم نمیاد که همچین کاری از محسن چاوشی شنیده باشم که ملودیش استاکاتو باشه. شاید دفعه اولی که میشنوه مخاطب براش جذاب نباشه، چون ذهن یه چیز دیگر رو میخواد، یعنی این طبیعیه. باید یه چند بار گوش بدیم حتما که ببینیم به دل میشینه یا نه. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم. نه کورس خوب شد، بریم دوباره از اول. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست،
هنوزم اون شبای گریه، مستی رو یادم هست، کجا موهات رو کردی کجا، مستی رو یادم هست. خب ملودی کورس رو دوستش داشتم به خاطر اینکه چاوشی بود، این حس چاوشی رو به من داد، ولی افسوس که محسن چاوشی دیگه با حسین صفا کار نمیکنه. من بارها گفتم حسین صفا یکی از مفاخر ترانه ماست توی این 10 سال اخیر از نظر من، و این ترانه‌ای که الان محسن چاوشی داره میخونه متاسفانه اون ترانه‌ای نیست که باید باشه. خب بچه شارژ دوربین داره تمام میشه، 2 تا خط داشت، احتمالاً قطع بشه و من مجبورشم دوباره ویدیو رو ضبط بکنم. حالا تا جایی که میریم میتونیم ادامهش بدیم، ببینیم که تا کجا میرسیم. سولوهای عادل روح‌نواز یکی از بهترین سولوهایی که شما میتونید بشنوید توی هر کاری، قطعا عادل روح‌نواز توش نقش داشته، یعنی واقعا حالا نمیدونم ملودیاش رو تنظیم کننده بشونه یا آهنگساز یا خودش ایمپرووایز میکنه، به هر صورت تاچ خیلی فوق‌العاده‌ای داره این بشر. کجا بودی شبایی که غمامی کشتنم بی تو، نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی شبایی که من این زخما رو. خب یه موردی که خیلی دوست داشتم بگم، حالا شاید خیلی دوست نداشته باشن این حرف رو بزنم، ولی خب 2:45 از آهنگ گذشته و 3:33 تایم آهنگ، تقریبا 80-85% کار رو شنیدیم، ولی خیلی فاصله داره با محسن چاوشی سریال شهرزاد یا اصلا محسن چاوشی که توی این حدوداً 15-16 سال 17 سال میشناسیمش. به نظر من اونم علتش فکر میکنم اینه که خب محسن جان چاوشی معمولا همه کاراشو خودش میکرد، حالا یه سری وقتا آدم میگه که با بس دیگه، چقدر میخوای مثلا ملودیرم خودت بسازی، تنظیمم خودت بکنی، میکسم خودت بزنی، نمیدونم فلان کنی، ولی بعضی وقتا میگه نه، همون بهتر که خودت همه این کارا رو بکنی. تنظیم چیز جدیدی رو به من نداد، یعنی محسن چاوشی خودش این تنظیم ها رو فکر کنم یه روزه میتونه بزنه به نظر من، نه اینکه بد باشن و خلاقیت و نوآوری جدیدی من درش نمیبینم. ملودی هم که دیگه کار خود محسن چاوشیه، اون البته باز این نکته رو فراموش نکنید که باید سریال رو ببینیم، شاید به خاطر فضای سریال موزیک این سبک و این حال و هوا رو داره به ما میده، یعنی چون سریال رو ندیدم قطع به یقین نمیتونم بگم که ملودی خوبی نیست، شاید سریال میطلبیده که همچین ملودی استاکاتو و خیلی جدی رو بخوایم از محسن چاوشی بشنویم. مردم کجا بودی، هنوزم شبای گریه، مستی رو یادم هست، کجا موهاتو با کردی کجا، مستی رو یادم هست. تو حق داری اگر رفتی، اگه حرفامو یا چه کمپرسوری روی صدای محسن چاوشی گذاشتن موقع میکس، یعنی خیلی کمپرس صداش. دت نیست ولی من این که گفتی عاشقم، عاشقم قسمت عاشقمش قشنگ حضور کمپرس رو میتونیم بشنویم. گفتی عاشقم هستی رو یادم هست،
خب اینم از آهنگ کجا بودی برای سریال خسوف از محسن چاوشی عزیز و دوست داشتنی. راستش بخواید من خیلی نتونستم ارتباط بگیرم با آهنگ، بازم میگم اولش هم گفتم از اون دسته موزیکاست که باید چند بار گوش بدی تا بتونی ارتباط برقرار بکنی باش، و اون کاریزماتیک بودن دفعه اول رو نداشت آهنگه، یعنی اینجوری نگرفته تیهو دیدی یه سری ترک همون بار اول کرک و پرت میریزه میشنوی، از اون کارا نبود و یه سری کارا اینجوری هم یه پنج بار شیش بار که گوشش میدی عاشقش میشی انقدر که دوست داشتنی میشه برات. اگر سریال رو دیدید و بعد این آهنگ رو شنیدید حتما کامنتتون رو در واقع حتما کامنت بذارید برام ببینم که به چه صورت، حالا نمیدونم سریال رو ببینم یا نه، خیلی زیاد شده این تعداد سریال نمایش خانگی و واقعا آدم نمیرسه همه رو ببینه. دمتون گرم، اینم از ریاکشن آهنگ کجا بودی از محسن چاوشی، امیدوارم که لذت برده باشید. سعی کردم بدون جهتگیری همه حرفام رو بزنم و خوشحال میشم اگر از ویدیو خوشتون اومده، همینجوری فرت و فرت کامنت از توی یوتیوب میاد که چی شد ریاکشن چاوشی، دارم میسازم به خدا. اگر خوشتون اومد از ویدیو حتما سابسکرایب و دکمه زنگوله رو بزنید منو خوشحال بکنید، ویدیوهای دیگه کانال رو هم ببینید، نظراتتون اونجا هم بنویسید. تا ویدیو و آهنگ بعدی، خدا نگهدار.